این روابط جنسی مخصوصا زن و شوهرها که یه وقتا دچار مشکل میشه و به ناراحتی و جنگ و دعوا حتی می انجامه. من خیلی از کیسایی رو توی آفیس میبینم که زن و شوهرهایی هستن که سالهاست با هم زندگی میکنن و روابط جنسی دارن که فکر میکنن خیلی طبیعی و معمولیه، ولی سرش به توافق نرسیدن و یکی از اونها یا یه وقت هم هر دوتاشون تصمیم به خیانت کردن و تجربه کردن لذت جنسی با یک فرد دیگر رو میگیرند. و حتی کیسایی رو داشتم که تصمیم میگیرن که شخص دیگری رو وارد رابطه جنسیشون بکنن و یک رابطه سه نفره داشته باشن. و خب بیشتر وقتام یکی از این زن و شوهرها اون نفر سومی میشه که لفت آوت میشه، خارج از این رابطه قرار میگیره و بسیار صدمه میبینه، هرت میشه، ناراحت میشه و اون کسیه که به روان درمانگر مراجعه میکنه. امشب میخوایم ببینیم که زیر بنای این خیانت کردن اگر مسائل عاطفی نیست و مسائل جنسیه که به بدن این افراد ربط پیدا میکنه یا بیماریایی که این افراد چه از نظر روانی چه از نظر جسمی ممکنه داشته باشن چی هست که اون ناراحتیه که ناخودآگاه شخص رو وادار به خیانت میکنه یا وادار به درخواست به خصوصی در امور جنسی میکنه که همسرش ممکنه اصلا ازش خوشحال نباشه و راضی نباشه و بل اجبار دست به این کار بزنه. البته بیماری وقتی ما راجع به صحبت میکنیم معمولا یک شخصی این بیماری رو داشته و از قبل از ازدواج براش به وجود اومده و براش کلن هست، ولی در ازدواج و رابطه عاطفی و جنسیش خودش رو نشون میده. اشخاصی هستن که یکی از بیماری هایی که وجود داره خود اعتیاد به روابط جنسیه که ممکنه اشخاصی باشن که کلن این اعتیاد رو دارن و یعنی در حقیقت زمانی که اعتیاد میشه اینه که یک احساس خلعی میکنن و در اون فضای خلع اون شخص تنها موردی رو که برای اون میتونه این احساس تنهایی و خلع اون رو پر بکنه و تشویش و التهابی که اون لحظه به وجود میاد پایین بیاره و میگن اون ویار و یا کریوینگی رو که اعتیاد به وجود میاره رو پایین بیاره اینه که بره و با یک شخصی روابط جنسی به وجود بیاره. و زمانی که روابط جنسی رو داره به وجود میاره به مدت خیلی کوتاهی اون حالت های و نشه رو داره، ولی به بلا فاصله وقتی که تموم میشه به فاصله خیلی کم دوباره تشویش و التهاب و تنهایی و خالی بودن رو تجربه میکنه و دوباره این سیکل ادامه پیدا میکنه. و معمولا این سیکل این نیستش که شما با یک نفر و یک یار باشی و فقط بخوای آمیزش داشته باشی، بلکه این سیکل کلش مخاطر اون شکار کردنه و اونی که اون شکار رو انجام بدی و بعد رابطه جنسی و آمیزش رو داشته باشی. و به خاطر همین برای کسانی که این اعتیاد رو در حقیقت دارن در روابط عاطفیشون و ازدواجشون خب خیلی اشکال به وجود میاد و مانند این میشه که مشخصا این شخص داره خیانت میکنه. من فکر میکنم برای همه شما عزیزان پرزیدنت امریکا پرزیدنت کلینتون یک کسی بودش که بعد از اینی که یک مقدار زیادی از خانم های متعدد میمدن میگفتن که ایشون رفته و به سراغش و یا خواسته که یک رابطه ای رو برقرار بکنه و مسائلی که به وجود اومده بود، اون اتفاقا کسی بود که بعدش اومد اذعان کرد که من مشکلی دارم از این راه و مشکلم هم در حقیقت اعتیاد به روابط جنسی و اون شکاری که اتفاق میفته برای آمیزش و روابط جنسی بود. و این یکی از بیماری هایی که در حقیقت میتونید نگاه بکنین که به نظر میاد اون شخص مکررن به روابط عاطفی خودش داره خیانت میکنه. خب پس استرس، استراب، اینا خیلی اون بیماری رو دامن میزنه و شخص رو واقعا از خود بی خود میکنه که یه جوری استرسش و استرابش رو بیاره پایین و شاید فکر میکنه که این بی ضررترینش باشه و متاسفانه
رابطه زناشویی و رابطه های صمیمانه و عاطفی که بین افراد هست به خاطر این موضوع به خطر میفته. اولین کتگوری، اولین اون روابطی رو که مورد مطالعه قرار میدیم بهش میگیم sexual desire disorder، یعنی بیماریایی که ربط به امیال جنسی دارن، چه در آقایون چه در خانم ها. دو نوع از این بیماری ها داریم. اولیش رو بهشون میگیم hypoactive sexual disorder، یعنی کسانی که اصلا میل جنسی ندارن و حتی وقتی خودشون تنها هم هستن هیچ فانتزی، هیچ خیال بافی روی مسائل جنسی ندارن و اصلا فکرشون دنبال این مسائل نمیره. خب معمولا اینجور افراد وارد رابطه های عاطفی نمیشن و یا اینی که ازدواج نمیکنن، ولی متاسفانه توی فرهنگ ما مخصوصا قسمت قدیمی ترش، چون همه مجبور بودن که ازدواج بکنن و مبادا که کسی تنها بمونه، ممکن بود به زور کسی ازدواج بکنه و بعد از ازدواج این موضوع برملا بشه که این آدم اصلا هیچ میل جنسی نداره. خیلی مهمه که این اشخاص با پزشکشون در تماس باشن و با پزشک مجاری ادرار و یا پزشک زنان برای خانم‌ها باشن. بعضی موقع ها متوجه میشن که دلایل این مسائل ممکنه به خاطر هورمون ها باشه، تستوسترون کم باشه و یا استروژن و پروژسترون کم باشه. البته ما ها چون تخصصمون پزشکی نیست اینها رو کمتر راجع به صحبت میکنیم که دلایل چی میتونه باشه، فقط کوتاهی داریم میگیم که شما رو اگر همچین تجربه هایی دارین اولین قدم باید این باشه که با پزشکتون در تماس باشید که ببینید که به خاطر چه ممکنه اتفاق بیفته. هورمون های متعدد همونطور که گفتیم ممکنه تیروید باشه، ممکنه شرایط مختلف باشه. خانم هایی هستن که بعد از مناپاز و بعد از یائسگی تجربه جنسی و یا میل به روابط جنسیشون ممکنه خیلی خیلی کمتر بشه و کسانی هم هستن که کلن به غیر از این مسائل از نوجوانی همچین حسی رو ندارن، یعنی کسانی هستن که کلن این حس رو ندارن، شاید اینطوری به دنیا اومدن و میل رو ندارن، و کسانی هستن که چرا این میل براشون در یک رده زندگی بوده ولی به خاطر تغییراتی که فعل و انفعالات شیمیایی که داشتن یا شرایطی که داشتن میبینین این میل پایین میاد. این میل بعضی موقعا به خاطر افسردگی هم خیلی پایین میاد و به خاطر همین اون رو هم بعد از اینکه با پزشکشون در تماس بودن و مطمئن شدن که فعل و انفعالات شیمیایی از نظر جسمانی و هورمونا نیست، بعد میتونن که یک نگاهی بکنن از طرف با روانشناسشون و روانپزشک ببینن که آیا ممکنه که به خاطر افسردگی خیلی و اگر علائم افسردگی دارن، یکی از علائمش این خواهد بودش که میل به روابط جنسی وجود نداره و کم میشه. اینها دلایل مختلفی ممکنه باشه برای حتی سکشوال دیزایر دیزوردر. دومین قسمتش بهش میگیم سکشوال اورژن دیزوردر، کسایی که اصلا از روابط جنسی و سکسی متنفرن، بیزارن و حالت خیلی بدی بهشون دست میده و اگر اینها خب بالاجبار وارد یک رابطه بشن، به اجبار خانواده یا شرایط زندگی که فکر میکنن تنها بودن براشون ناراحت کننده است یا نمیتونن خودشون به تنهایی زندگیشون رو سپری بکنن، وارد رابطه که میشن بعد اون حالت تنفر و ناراحتی براشون پیدا میشه که ممکنه به صورتهای مختلف عکس العمل نشون بدن، بهانه گیری ها پیش میاد، جنگ و دعوا پیش میاد و شخص نمیدونه یا نمیخواد طرفش بدونه که این اصلا اون احساس رو که نداره هیچی، خیلی هم از این رابطه ها متنفره و ممکنه در اثر تربیت غلط این به وجود اومده باشه، این تنفر یا تروماها، دردا، ناراحتیایی که در کودکی نوجوانی پیش اومده باشه. ممکنم هست که هیچ چیز بیرونی نداره و شخص با این حالت به دنیا اومده باشه. ما به هر حال به این توجه خواهیم کرد
که اگر مسئله فیزیکی در میون نیست، از نظر روانی کمک بکنیم که شخص به حالت طبیعی بیاد. Sexual aversion disorder و این حالتی رو که